سلام بچه ها خسته نباشین میخواستم با یه خبر خیلی بزرگ صحبت امروزمون رو شروع کنم خب همجوری که شنیدین تونی فرگوسون قرار با چارلز الیویرا مبارزه کنه توی یو اف 256 که تاریخش هم هست 12 دسامبر میشه حدود سه هفته دیگه ببین بچه ها اگر میخواین تاریخ ایرانیش هم بدونین معمولا ما این چیزها رو تو سایتمون مینویسیم آدرسش هم زیر همین ویدیو هست و اونجا میتونین تاریخ رو قشنگ ببینین یا خبرایی که حتی ما اینجا نمیگیم اونجا میتونیم بخونیم خب میشه حدود سه هفته دیگه و همونجوری که میدونین قبلا صحبت از این بود که مایکل چندلر و تونی فرگوسان با هم فایت کنن یعنی خیلی شایعش بود و خیلی ها فکر میکردن که شاید این دو نفر با هم فایت کنن ولی خب مسئله این وسط این بود که مایکل چندلر میخواست 23 ژانویه بازی کنه یعنی توی همون ایونتی که کان مگیرگور رو داستین پوریه قرار بود توش مبارزه کنند که میشد 23 ژانویه UFC 257 ولی تونی میگفت آقا من اون موقع نمیخوام الان میخوام توی همین الان و واقعا هم نمیدونم چرا اینجوری تونی اینجوری نه این وسط رو کم کنی داشته باشه با UFC و مایکل چندلر میخواست نشون بده کی تصمیم گیرنده هست چون که یه توییت هم زد و اومد نوشت که شما تصمیم نمیگیرید من تصمیم میگیرم همین الان با چارلز الیویرا و به نظر من اگر یه ما بیشتر سب میکرد خیلی بهتر بود واسه نمیخوام طرف دارای تونی و ناراحت کنم ولی واقعا یه کار فوقلاده احمقانه تونی. یعنی اون چیزی که میتونست تو فایتش با مایکل چنلر ببره خیلی بزرگتر از چیزی بود که الان میتونه با چارلز ببره الان براتون میگم چرا اولندش که نگاه کنید اسم, چ... اسم مایکل چنلر خیلی بزرگتر از اسم چارلز اگر تونی میومد مایکل چنلر رو میزد به احتمال 98 درصد 95 درصد بهش تایتل شات میدادن الان اگه بیاد چارلز ویرا رو ببره که به نظر من حتی میتونه یه حریف سختری هم براش باشه نمیدونم بهش تایتل شات بدن یا نه ببین مایکل چنلر خیلی باهوشه مایکل چنلر میگفت تو همون یو اف 257 همون کارتی که کان مگرگو رو داستین پوریه قرار توش مبارزه کنن چرا میخواست اون موقع مبارزه کنه چون که میشد مثل یه تورنمنت کوچیک ما چندلر چنلر میدونست که اگر حالا مثلا کانر مگرگور یا داستین پوریر اونی که اونور میبره میفته با برنده بازی خودش با یکی دیگه حالا یا تونی فرگوسان حریفش بود یا الان به احتمال زیاد شبش بشه جاستین گیچی اگر جاستین گیچی بیاد با مایکل چنلر مبارزه کنه و مایکل چنلر رو بزنه رو به نظر من تایتل رو میدم به جاستین گیچی حالا احتمالش به نظر من زیاده ولی خب حالا بستگی هم داره چجوری کدومشون حریفشون رو قشنگتر بزنن اگر اینجا رنکینگ های دسته سبک رو با هم نگاه کنین خب میبینین حبیب نورماگامدوف قهرمان هنوز هنوز معلوم نیست برگرده یا بر نگرده جاسین گچی یک داسین پوریر دو تونی فرگوسون سه هنوز مایکل چنلر وارد نشده ولی میبینین اینجا چارزولی ویران نفر شیشان فایتر فوق خطرناک اگر بیاد تونیو بزنه میپره سوم و تونی به احتمال زیاد میزنن زیر کانر یا حتی شاید زیر هوکر بستگی داره و دو سانجوس هم اومده وارد رنکینگ ها شده دمشگم دمشگم من خیلی خوشحالم دو وارد شد پال فلدر به نظر من این, بالا جاش هم اینجا هست ولی به نظر من خیلی میتونن واسه پال فلدر این بالا مشکل ساز بشن شاید کوینلی حتی بنیل داریوش اسلام مخاطب اینا همهشون به نظر من یه جورایی از پولفلر بهترن حالا ببین بعدا وارد فایت های هفته پیش هم یکم سری میشیم ولی خب الان به نظر من دو الان وارد کانتندر های دسته لایت ویت شده بعدا میتونه با زدن نمیدونم هر،, هر کدوم از این بالایی ها میتونه هر کدوم از این بالایی ها هم بزنی یعنی فایتر خیلی خوبیه دو سانجوس خیلی دست کم میگیرن دو رو حالا هنوز مایکل چنلر وارد اینا نشده ولی خب اسمش معروفه ببینید قبل از فایت جاستین گیچی و حبیب نورما گومدوف یو اومد خیلی کار قشنگی کرد خیلی کار زیرکانه ای کرد نمیگم کارشون درست بود ولی اومدن گفتن آقا مایکل چنلر فایتر ذخیره بازی جاستین گیچی و حبیب نورما گومدوفه با این کارشون اومدن یه کاری کردن که یعنی اسم مایکل چنلر خیلی بزرگ شد خیلی از اونایی که اصلا تا یه فایت مایکل چنلر هم ندیدن یا اصلا اسمش رو تا حالا بودن با خودشون میگفتن وای این دیگه چه آدم خفنی باید باشه که الان فایتر ذخیره فایت جاستین و حبیبه همین همین کارشون باعث شد که خیلی اسمش گنده بشه و مایکل چنلر هم هنوز فایتی رو قبول نکرده خیلی باهوشه کارش هم درسته نمیگم از خیلی میخوره ولی خب کارش درسته ولی خب به نظر من تونی خیلی میتونست اون فایت برنده باشه الان اگه بیاد چارلز اولیویرا رو بزنه پاداشش کمه یعنی اون چیزی که میتونه تو اون فایت ببره کمه حالا نمیدونم سر چه قضیه اون وسط ناراحته چون که یاسی میخواست بهش بیشتر پول بده به مایکل چنلر ولی اینم یادتون نره چون که مایکل چنلر فرقی نمیکنه تو ام ام ای تو یو اف سی تو فوتبال هر ورزشی که توش پوله یعنی به بازیکناشون به فایتراشون پول میدن هر ورزشی که توش پول هست وقتی که یه بازیکنی قرارداد نداره با هیچ تیمی یا با هیچ سازمانی همه بهش بیشتر پول میدن تا جذبش کنن متوجه این هر, ف... هر فایتری یا هر بازیکنی که آزاده به اون تیمی میره یا به اون سازمانی میره که بهش بیشتر از همه پول بدن الان فابریسیا وردون که رفته پی افل من فکر کنم پی افل از همه بیشتر بهش پول داده البته شاید اون سبک تورنمنتی پی هم خودش خیلی دوست داشته ولی منظور که معمولا همه میرن یه جایی که بهشون بیشتر پول بدن خب یعنی میگم این یه, ج... یه, چیز طبیعیه که حالا مایک چنلر یو اف اووردش داخل بهش پی... بیشتر شب پول داد البته خب مایک چنلر هم خب کی دلش نمیخواد واسه یو اف فایت کنه ولی بله خب حرف تونی فرگوسون رو قبول کنیم تونی فرگوسون میگفت داشتم و من بیشتر پول میدادم به مایک چنلر یه ویدیوی قبلا در موردش پر کردم اونو بریم ببینیم اصلا کار درستی نبود به نظر من تونی انجام داد بعد یه ماه دیگه صبر میکرد بعدش میره با مایکل چندلر مبارزه میکرد میشد یه سبک تورنمنتی برنده تونی و مایکل چندلر روبرو میشد با برنده کانر رو داستین دیگه اون دو سر تایتل میجنگیدن من من نمیدونم چی تو سر تونی میگذره خدا میدونه تونی همیشه رو چی میگن کاراشو اشتباه انجام میده وقتی که باید مبارزه کنه مبارزه نمیکنه وقتی که باید بشینه بیرون فقط نگاه کنه میخواد مبارزه کنه وقتی که مثلا مثال براتون بزنم وقتی که یو گفت آقا تو و ماکسالووی سر کمربند اینتریم یا کمربند موقت دسته لایت ویت تونی گفت نمیخوام شما یه دفعه من قهرمان موقت بودن کمربندم ازم گرفتین منم مبارزه نمی کنم هیچی UFC هم گفت اوکی مبارزه نمکنی نکن ما میریم پیش داستین پوریه داستین رو اومد تو مکس زد شد قه... قهرمان موقت سباک فست بعدش هم تو فایت بعدیش با حبیب بازی کرد بعدش هم چی؟ تونی رفت با دونار سرونی بازی کرد یعنی منظورم اونجا به هم میرفت حالا درست یه دفعه اومدن کمربند در ازت گرفتن ولی اگر تو میرفتی بازی میکردی اونجا حتی پول بیشتری هم میگرفتی چون که UFC وقتی که دو نفر دارن سر تایتل می جنگن پول بیشتری بهشون میده تونی هم با اونجا قبول میکرد ولی اونجا قبول نکرد در نهایت هم رفت با دونالد سرونی بازی کرد هیچ چیزی هم یعنی تو فایت یعنی چیز خاصی نورد نه پول بیشتری گرفت البته خب بعدش دیگه فکر کنم بهش تایتل شاتو دادم ولی خب بازم زخمی شد ولی خب بنظرم اصلا کار درستی نبود من نمیدونم اگر تونی یه تیم درستی باش بود میتونست خیلی از اینو موفق در باشه از این از این چیزی که الان هست اگر یکی مثل علی عبدالعزیز مثلا چیزش بود ایجنتش بود منیجرش بود ولی خب اونا رابطه خوبی با هم ندارن ولی قبلا آدی, آدی اتار چیزش بود پسر هندیه هم هندی انگلیسیه اونم مربی ببخشید منیجر کان و بیشتر تمام تمرکزشون رو بزرگترین ستارهشون بود و تونی هم از این قضیه ناراحت بود بعد منیجرش عوض کرد تیمش عوض کرد رفت با بولنجی گروپ ولی اونا هم من فکر نمی کن. من فکر نمی اونا بیشتر تو چیزهای بیسبال و این این چیزا تبهر دارن و نمیدونم یعنی همیشه داره کارهای اشتباه انجام میده هیچ که هم نمیدونم کسی نیست بهش بگه آقا یکم صبر کن یه ما بیشتر صبر کن برو با مایکل چندلر فایت کن و اونجا موفق تری چیز بیشتری می میتونی تو فایت ببری تا بابا چارلز که یه حریف خطرناکتریه خب بچه ها یه خبر دیگه خب همونجوری که شنیدین کان و داستین سیمپوری یه جوری الان دیگه قرار رو با هم مبارزه کنن مکان هنوز مشخص نشده فکر کنیم فکر کنم میشه تو فایت تایلند چیزی که دانا گفته گفته تو فایت تایلند ولی من میخوام یه کاری کنم که هوادارا هم یه جورایی بیارم اونجا ببینین من از همون روز اولی که این شایعه بود من اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم این فایت درست بشه چون که کان مگرگور همیشه مثلا میگفت میخوام بیام مقابل هوادارا مبارزه کنم چون که اگه یادتون باشه وقتی که کانر یه جورای اعلام بازنشستگی کرد آخرین باری که اعلام بازنشستگی کرد چون که فکر کنم نزدیک 4 5 دفعه است اعلام بازنشستگی کرد کنه ولی آخرین باری که این حرفو زد یه جورایی میگفت دیگه تماشاگران نیستن یه جورایی دلم نمیخواد یا یه حرفای اینجوری میزد و ببین بعضی از فایترها هستن اصلا بدون تماشاگر یعنی وقتی که تماشاگران اونجان چی میگن عملکردشون هم قشنگتر و دیدنی تره ببینید یکی از که همیشه با هوادارا یه جورایی بهترم حتی میتونه چی میگم مبارزه کنه عملکردش همیشه بهتر بوده خیلی ها شاید وقتی که جمعیت زیادی باشن یکم شاید هول بشن کانر هول نمیشه کانر بهتر میشه وقتی که جمعیت اونجا هست و از همون روز اولی که این شایعه اومد میگم میخوام تو تگزاس بازی کنم چرا میخواست تو تگزاس مبارزه کنه چون که فکر کنم ایالت تگزاس اون موقع همین چما یکم اجازه داده بود آدمای بیشتری وارد بشن یه چند نفر آدم وارد بشن و کانر میخواست ای... توی بازی بازگشتش مثلا با تماشاگرا باشه ولی خب الان که موج دوم حالا از از دستم هم خارج شده موج دوم موج سوم کرونا اومده فکر نمیکنم الان دوباره قرنطینه و اینا شروع شده و به احتمال زیاد میشه تو فایت آیلند ابوظبی ولی خب حالا گفتن حتی دانوایت هم گفته قرارداد امضا کرده و فکر کنم هنوز ببینید سایت یو وقتی که میگن رسما اعلام کرده من رسما رو یه جوری میبینم که سایت یو اف سی بیاد پوسترشو بده بیرون سایت های دیگه نه فقط 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 سایت یو نه ای وقتی که یو اومد پوستر کان مگرگر داستین پوریو رو داد بیرون دیگه مطمئنیم که اون بازی درست میشه الان فکر میکنم دیگه درست میشه ولی فکر کنم میشه بعد از بازی های یو اف سی 255 و فایت دیویسون دو الکس پرز اینا میان رو فکر کنم به احتمال زیاد میدن بیرون چون که الان نمیخوان تموم توجه ها بره اون طرف یعنی بره سمت بازی کانر رو داستین خب بچه فایت ها فایت های هفته پیش ها اگر بخوایم یه صحبت کوتاهی در موردشون کنیم اولا این که